مغاره که رشید در آن زندگی میکنه در محل به نام بوری شناخته میشود که شامل چندین اتاق و یک بالکنی است. مغاره نشینان معمولا این خانه ها را با دست حفر میکنند و باشندگان آن از گل برای پلستر کردن دیوارها استفاده میکنند. کاری که به گفته آنان محکم کاری در برابر لغزش زمین است. جای دیگری با اینجا قابل مقایسه نیست. شما خانه خود را اعمار می کنید و وقتی باران می بارد این خانه ها تخریب نمی شوند. این خانه در برابر زلزله و بم مقاومت دارد. نه سرد می شود و نه گرم. بانک مردم محلی تای 5 قرن در مغاره ها زندگی نمودند، اما افزایش قیمت خانه در سایر مناطق بار دیگر اشتیاق زندگی در مغاره ها را تازه ساخته است. امیرالله باشنده این قریه که 40 سال قبل آنجا متولد شده، چند سال قبل دوباره به قریه حسن عبدال برگشته است. اسکی مقابله می اور کوئی چیز نہیں. ما اینجا را خریدیم به خاطر که ارزان تر است و شما می بینید که خود ما اینجا را حفر کرده ایم. یک مغاره حدود 300 الی 350 دلار مصرف دارد. مغاره های امروزی نظر با آب و هوای پاکستان ساخته شدند که اکثرا به 40 درجه گرم می شود و در هوای سرد مغاره ها هوای مناسب می داشته باشند. یہاں پہ ہم بھی آگے یہاں پہ رہائش رکھتے ہیں. ما هم اینجا آمدیم و جاگزین شدیم. تمام تابستان را در منطقه برفا قریه خود ما سپری کردیم. مغاره ها را برای بود و باش و ذخیره گندم، جواری و چیزهای دیگر مورد نیاز استفاده کردیم. اما زندگی در مغاره های کوه راحت نیست. روشنایی طبیعی کافی وجود ندارد. مغاره ها متکی به لاین‌های برقی بیرون از روشن کردن تلویزیون و چارج کردن تلفن های موبایل است، در حالی که نلدوانی داخل مغاره یک سهولت نادر است. اما قیمت خانه ها در مغاره های کوک 300 دلار است با خانه معمولی خشتی که 4 چند قیمت دارد قابل مقایسه نیست. برخی از باشندگان با مصارف کم خانه برای خود باغ‌های گل و بالکنی های پر از میوه ساختند. عمران خان صدر اعظم جدید پاکستان وعده نموده است که با بحران مسکن رسیدگی خواهد کرد و میخواهد حدود 5 میلیون خانه جدید اعمار کند. اما با مشکلات مالی که پاکستان با آن درگیر است، سوال اینجاست که از کدام منبع ساختن این خانه ها تمویل خواهد شد. ژیلا نوری، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن.